سلام و درود نثار هر یک شما عزیزان، امید که روز خوبی داشته باشید. دوستان، قرار است کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در مورد افغانستان تصمیم بگیرد، اون هم به شکل محرمانه. خب اینها چی تصمیم خواهند گرفت؟ برای جزئیات این موضوع پرژن سیتی را همراه باشید. قبل از آن از جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوییم که از جامعه جهانی خواست که یک هیئت حقیقتیاب را برای بررسی جنایات جنگی و ضد بشری طالبان به پنجشیر و اندراب بفرستد. این جبهه از گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد بازداشت و شکنجه دستجمعی مردم پنجشیر استقبال کرده، اما گفته ابعاد فاجعه بسیار بزرگتر است. دیدبان حقوق بشر روز جمعه 20 جوزا با انتشار اعلامیه گفت که از طالبان در ولایت پنجشیر ابتدا غیر نظامیان را متهم به همکاری با جبهه مقاومت کرده و سپس به طور غیر قانونی بازداشت و شکنجه کردند. به گفته این سازمان، جنگجویان طالبان در سایر ولایت‌ها نیز دست به کشتار فراقانونی اسیران جبهه مخالف خود زدند. گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نیز یافته‌های گزارش دیدبان حقوق بشر را تایید کرد. او گفت یافته‌های دیدبان حقوق بشر به طور کلی با تحقیقات من مطابقت دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان نشر گزارش دیدبان حقوق بشر را یک گام بسیار خوب تلقی کرده است. این جبهه همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان، کوچ دادن اجباری مردم در خوست و اندراب بغلان و سربریدن اسیران جنگی و افراد ملکی در پنجشیر و اندراب را به گونه بسیار جدی بررسی کند. این جبهه به طور مشخص از جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل تقاضا کرده که یک هیئت حقیقتیاب را به مناطق آسیب دیده بفرستد تا با مشخص شدن هویت مجرمین اقدامات لازم روی دست گرفته شود. از سوی دیگر، نشریه هل به نقل از منابع خود گزارش داده که قرار است کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه 25 جوزا نشست محرمانه درباره افغانستان برگزار کند. قرار است در این جلسه در مورد تصمیم دولت امریکا برای خروج از کابل و سیاست این کشور در قبال افغانستان گفتگو شود. جان بس، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، برایان مکون، معاون وزیر خارجه امریکا، درک شولت، مشاور وزیر خارجه امریکا، مولیفی، نماینده ویژه سابق برای مصالحه افغانستان، و تام وست، نماینده امریکا در امور افغانستان در این جلسه حضور خواهند داشت. منبع گفته است که وزارت خارجه امریکا به دنبال آن است تا بخش از این جلسه به طور علنی پخش شود. اما اکثریت اعضای دموکرات مجلس نمایندگان امریکا اصرار دارند تا نشست در پشت درهای بسته برگزار شود. این جلسه توسط گریگوری مکس، نماینده دموکرات و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، و مایکل مککال، عضو ارشد جمهوری خواه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا رهبری خواهد شد. آقای مککال میگویند اینکه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از آگوست 2021 فقط یک جلسه درباره افغانستان داشته ناامید کننده است. مککال میگوید مردم امریکا مستحق یک تحقیق شفاف و قوی هستند. سخنگوی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم گفته است رئیس این کمیته هفته آینده یک جلسه توجیهی محرمانه برگزار میکند تا با وزارت خارجه در مورد موضوعات مهم در مورد پالیسی افغانستان تبادل اطلاعات دقیق داشته باشد. به گفته او، هدف این جلسه ایجاد درک کامل از سیاست ایالات متحده در مورد افغانستان است. او تاکید کرده که به ویژه این جلسه میخواهد درک کند که چه تصمیم‌های منجر به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شد و دولت آمریکا چه درس‌های مهمی میتواند از جنگ 20 ساله افغانستان بیاموزد. در نشریه آمده است که خروج ایالات متحده از افغانستان در آگوست سال 2021 لکه محو نشدنی بر دولت بایدن برجا گذاشت، چرا که به قول این نشریه دولت بایدن در پیشبینی این که چگونه دولت افغانستان و نیروهای نظامی آن در برابر طالبان شکست خواهند خورد ناکام شده بود. ممنون بابت همراهیتان تا آخرین لحظات. شما هم نظریاتتان را در کامنت بنویسید و برای حمایت بیشتر ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. تا دیدار بعد، بدرود.